اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. گرچه نعمتی که خدای سبحان به بنی اسرائیل داد از اون نعمت با فعل مفرد و صیغه متکلم وحده یاد میکند، میفرماید به این که اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اما مسئله نجات از آل فرعون را که طرح میکند به عنوان نجیناکم یا انجیناکم و مانند اون ذکر میکند که نشانه اهمیت مطلب است. این که فرمود و اذ نجیناکم من آل فرعون، نه به این معناست که آل فرعون را حفظ کردیم شما را نجات دادیم، بلکه شما را با از بین بردن آل فرعون نجات دادیم. یک وقت خدای سبحان رفع ظلم می کند، یه وقتی دفع ظالم می کند. یک وقتی خدای سبحان ظالم را حفظ می کند، از یک مظلومی در یک مقطع خاص ظلم را برطرف می کند. یک وقت خدای سبحان ظالم را بر می دارد، چون ظالم را برداشت ظلم هم برداشته می شود. اون چرا که خدای سبحان در قصص انبیا و امم تبیین می کند این است که ما ظالم را بر می داریم و اساس ظلم را ریشه کن می کنیم، نه اینکه یک کمک موضعی به مظلوم بکنیم ولی ظالم را همچنان حفظ بکنیم. دعای همسر فرعون این بود که رب نجنی من فرعون و عمله، یعنی مرا از این جریان و نظام ستم نجات بده، نه از شخص او. این طور نیست که اینها بخواهند که این ظالم از بین برود گرچه ظالم دیگر بیاید، یا ما نجات پیدا کنیم گرچه دیگری به دام بیفتد. این طور نیست. دعای اهل معنا این است که ریشه‌کن بشود و ظالم از بین برود، نه دعای مظلومین این باشد که خدایا ظالم را از ما به دور دار که بر ما ستم نکند. این چنین نیست. نجنی من فرعون و عمله، یعنی اصل این عمل از بین برود، نه اینکه تنها او نباشد دیگری هم نباشد. گفتن وقتی حجاج ابن یوسف هلاک شد، یکی از زهاد اون است عرض کرد خدایا اللهم انک امته فامت عنا سنته، خدایا او را اماته کردی از بین بردی، توفیق بده که سنت ستم او از بین برود، که ستم نباشد، نه تنها ستم کار نباشد. وقتی خدای سبحان سیرش را درباره ستم کار را نقل میکند، میفرماد به این که ما اینها را که یک مدتی به عنوان هست مطرح بودن، اینا را بود کردیم، که اگر شما بخواید اسم اینا را ببرید ناچارید یک پیشوندی مثل کانه ذکر کنید، کان کذا. لسان قرآنی است که ما اینا را احادیث کردیم، فجعلناهم احادیث، یعنی خبری از اینها در روی زمین نیست، فقط اسمشون تو تاریخ ها به عنوان ستمگران مونده است، که ما اینا را ریشه‌کن کردیم. فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق، تمزیق یعنی تفریق. ما افراد ستم پیشه را اونچنان از روی زمین برداشتیم که الان بیش از احدوثه چیزی از اونا نمونده است. قبلا اگر مردم از اون ستمگران سخن به میان می آوردن، الان اگر بخوان از اون ستمگران سخن بگوین باید یک کانه اول ذکر بکنن، کانه کذا. فهمود ما اینا را احادیث کردیم، اینا را احدوثه کردیم. این احادیث یا جمع حدیث است، یعنی اینها دیگه الان در تاریخ دفن شدن، یا جمع احدوثه است نظیر اساطیر که جمع اسطوره است. این را در سوره مؤمنون و در سوره سبأ این چنین فرمود، آیه 44 سوره مؤمنین است که ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. اینا که رسالت را تکذیب می‌کردند و منصرین را تکذیب می‌کردند،
ما این را احادیث قرار دادیم، یعنی میگویند بود در ایران شاهنشاهی، بود در روم قیصری، بود در حبشه آل نجاشی بودند، در یمن آل طبع بودند، در بین ترک ها خاقان بودند. الان سخن از بودند است، نه سخن از هست. فرمود ما کاری که کردیم اینها را ریشکن کردیم، اینا را احدوثه ساختیم، فجعلناه احادیث، که اثری از اینها نیست. در سوره طبع هم مشابه همین مطلب هست، فرمود به این که ما اینها را تمزیق کردیم، یعنی متفرق کردیم. آیه 19 سوره طبع این است که فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلم و انفسها فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق. ما اونچنان اینا را تمزیق و تفریق کردیم که نظام اینها گسسته شد. اینا را الان احدوثه کردیم که با تلهی و با تنز از اونها سخن به میون می آید، با پیشوند کانه کان کذا. ما اینا را اینچنین کردیم. پس این که می فرماید ما بنی اسرائیل را از آل فرعون نجات دادیم، یعنی خود آل فرعون را احدوثه کردیم، که الان بنی اسرائیل وقتی از فرائن سخن به میون می آورند می گوین کان بود در این سرزمین سلطانی که ستم می کرد. ما اینا را احادیث کردیم. اینچنین خدای سبحان بنی اسرائیل را از ظالمین نجات داد. اما خدای سبحان سنتش قطعی، دیر یا زود به این ستم ستمکاران خاتمه میدهد. منتها به ما هم گفتن شما یک دستی بجنبانید، یک حرکتی بکنید، صبری داشته باشید، یعنی استقامت، تا خدای سبحان این توفیق براندازی نظام ستم را نصیب شما هم بکند. چون از صبر و شجاعتون، این از بیانات مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. فهمود صبر شجاعت است. صبر غیر از انزوا و سکوت و خاموشی، اون سکوت است که از ساکت و عن الحق شیطان و اخرس. اون که فضیلت است استقامت و بردباری. این که فرمود فاذ نجیناکم من آل فرعون، یعنی اصلا آل فرعون رو ما احدوثه کردیم، الان چیزی در روی زمین به عنوان آل فرعون نیست. این آل فرعون شما را به بدترین وضع تعذیب میکردن، یسومونکم سوء العذاب، که مفعول مطلق نوعی است، یعنی به بدترین عذاب شما را تعذیب میکردن. و یسومونکم هم به معنای یعذبونکم نیست، همونطوری که در بحث قبل اشاره شد. نه الان هم هستن، فکر اینها الان هم هست، الان هم روش انبیا زنده است، الان هم اینا حضور دارن. نه اون هر لحظه حضور داشته باشد، اینا مثل خوابن که از هم گسیختن. انسان شبها میخوابد، روزها بیدار است، اما بیداریهاش به هم متصل است، خوابهاش از هم گسیخته است. این چه نمیگوید من که عمرم 50 سال است، 25 سال خواب، 25 سال بیداری. خواب خواب است، بیداری به هم متصل است. ستمکاران خواب جامعه هست، اینا از هم گسیختن، هرگز به هم مرتبط نیستن. این انسانهای بیدارن که به هم مرتبطن، رشتهشو متصل است. لذا در بار اینها گاهی ترد وصلنا لهم القول، گاهی تترا تعبیر میکند، یعنی اینا متواترن، تلوه همن، وصله همن، اما اونا ممزقن. و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم. این تذبیح ابنا بعد از قیام موسی کریم سلام الله علیه روشن است که چرا فرزندان بنی اسرائیل اگر پسر بودند فرائنه می کشتند. این سرش روشن است. قرآن کریم این را نقل می کند که وقتی موسی کریم سلام الله علیه قیام کرد، فرعون و آل فرعون دستور دادند که پسران پیروان موسی کریم را ذبح. این راش روشن است. اما
قبل از قیام موسی در باره خود موسی کریم سلام الله علیه هم این هست یا نه، این رو هم باز قرآن اشاره دارد که هر زن کشی بود، اما رازش و نکتش را ظاهراً قرآن بیان نکرده است. در تاریخ در بعضی از تواسیر احتمالی هست، چون احتمال را گفتن گرچه فی نفسه ممکن است ولی برهانی بر او نیست، شاید یک راز تاریخی هم بشود بر اون ذکر کرد. پس بحث در چند مطلب است. یکی این که این فرزند کشی قبل از میلاد موسی کلیم همزمان میلاد موسی کلیم هم بود و بعد از قیام موسی کلیم سلام الله علیه هم ادامه داشت. دوم آن است که این فرزند کشی بعد از قیام موسی کریم سرش معلومه که فرعون تهدید میکند که ما نسلی داره قطع میکنه، اما چرا فرزندان را قبل از قیام موسی کریم میکشتن او باید حل بشود. اما اینکه اصل فرزند کشی بعد از قیام موسی کریم مطرح بود، اون را در سوره اعراف به این صورت بیان می فرماید. آیه 127 سوره اعراف اینه: و قال الملأ من قوم فرعون اتحذر موسی و قومه لیفتدوا فی الارض و یذرک و آلهتک قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. وقتی ملأ قوم فرعون، اون افرادی که چشم پر کنن، چشم گیرن از درباریان فرعون، به او گفتن به این که موسی و قومش را آزاد میگذاری که فساد در زمین کنن و معاذالله و تو و بتهای تو را ترک کنن، چون خود فرعون هم بتپرست بود، قال سنقتل ابناءهم، ما پسران اینا را میکشیم که نسل اینا را قطع بکنیم، اون که به جبهه می رود همون جوان است، اونا را می کشیم، می مونن یه مش زنها، اونا را برای خدمات نگه می داریم، قهرم نسلین همون قطع می شود. قال سنو قتلو ابناهم و نستحی نساهم و انا فوقهم قاهرون. اینجا بود که موسی کریم فرمود اگر فرزندانتون را هم کشتن تحمل کنید. قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا. صبر آن است که انسان بچهش رو به جبهه بفرستد، شربت شهادت بنوشد، بس صبر کند، نه که در منزل منزوی باشد بگد من صابرم، اون که صبر نبود. فرمود استعینوا بالله و اصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. این حرف سرش روشن است. این بعد از قیام حضرت موسی، نه بعد از پیروزی، بعد اصل قیام. باز در جریان موسی و فرعون در سوره مبارکه غافر این چنین آمده است که آیه 25 سوره غافر این است: فرما جاءهم بالحق من عندنا. بعد از اینکه موسی کریم با آیات و معجزات آمد و حق را به فرعون ابلاغ کرد، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه و استحیوا نساءهم. دستوری که از دربار فرعون رسید این بود که فرزندان پیروان موسی کریم را، اونا که پسران، بکشی، زنها را نگه بیداری، قهرن نسل اینها قطع می شود. اما خدای سبحان فرمود و ما کید الکافرین الا فی ضلال. در این قسمت سرش روشن است که گفت ما پسران اینها می کشیم و نسل اینها را منقرض. اما آیا قبل از قیام موسی هم پسر بچه های بنی اسرائیل را می کشتن یا نه؟ به این صراحت در قرآن کریم نیست، اما در اصل میلاد موسی کریم سلام الله علیه این مسئله هست. در سوره قصص خدای سبحان به مادر موسی کریم علیه السلام امر می کند، می فرماید به این که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فیضا خفت علیه فعلقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیکه و جائلوه من المرسلین. و
فرمود ما به مادر موسی وحی فرستادیم که او را شیر بده، وقتی احساس ترس کرده ای او را در دریا بینداز و نترس و غمگین نباش، زیرا ما او را به تو برمیگردانیم و او را جز مرسلین قرار میدیم. این نشانه آن است که فرزند کشی و پسر کشی و کودک نوزاد اگر پسر بود میکشتن رواج داشت. پس این که فرزندان بنی اسرائیل اگر پسر بودن قرائن میکشتن اختصاصی به بعد از قیام ندارد، همون زمان هم بود. لذا میلاد موسی کریم سلام الله علیه با حراس مادرش آمیخته بود و خدای سبحان از راه وحی این قلب را آرام کرد. فرمود اگر ما قلبش را به خود مرتبط نکرده بودیم و نگرفته بودیم این قلب میتپید. ما به او گفتیم به دریا به انداز اطاعت کرد، اونگاه به دریا گفتیم این کودک را به عنوان یک پرستار امین حفظ بکن کرد. به مادرش دستور دادیم که بیاد دریا بینداز، به دریام امر کردیم که فلیل غهلیم، یعنی به صورت امر غایب، همون دریا باید این کار را بکنه، دریا این کار کرده. معلوم میشود اصل فرزند کشی رواج داشت قبل از قیام موسی کلیم. در قرآن این دو مطلب روشن است، سر مطلب اول روشن اما سر مطلب دوم روشن نیست که چرا کودکان نوزاد را اگه پسر بود میکشتن. این را بعضی احتمال دادن رو خوابی که خود دید یا پیشگویی بعضی از کاهنان. به اطلاع فرعون رسید که فرزندی از بنی اسرائیل قیام میکند و بساط حکومتی تو را بر میچیند، یا خودش خوابی دید که اون خواب را معبران اینچنین تعبیر کردن که از بنی اسرائیل کسی قیام میکند و تو را از بین میبرد. این احتمالش هست اما اثباتش یک دلیل قطعی میخواهد که انسان بتواند به اون تکیه کند. اگر به صورت یک روایت معتبر بود خب انسان در حد روایت به احترام میگذاشت، اما تاریخ هست به غیر معصوم مستند است و دلیل قطعی هم نیست. احیانا ممکن است بنی اسرائیل در برابر حکومت زمزمه قیام داشتن یا بدون قیام بودن و فرعون رو همون مسائل نژادی و امثال نژادی دید که نسل بنی اسرائیل که جز مهاجرین سرزمین مصرن زیاد شد، تو اول کسی که از این نژاد به مصر آمد یوسف سلام الله علیه بود که وارد مصر شد از کنعان. بعد برادران یوسف سلام الله علیه آمدند و قبیله اینها فراگیر شد، جمعیت زیادی شدند. فرعون احساس خطر کرد که این مهاجرین ممکن است علیه من یه روزی بشورند، یا رو این احتمال تاریخی دست به کشتار زده است یا رو اون خواب. نمی شود به صورت قطعی گفت که اون دلیل تاریخی است یا این دلیل خیالی. و قرآن در این زمینه فقط اصل جریان را ذکر می کند که میلاد موسی کریم سلام الله علیه به عنوان معجزه است، اما منشأش چیست چون مهم نبود ذکر نفرمود. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم همونطوری که درباره اصل توحید سخن میگوید که عالم مبدعی دارد، با وثنیین مجادله میکند به جدال احسن، با ثنویین هم مجادله دارد با جدال احسن. وثنیین کسانی هستند که نظام این عالم را به ارباب متفرقون ارجاع دادند، برای هر بخشی ربی قائل بودند، رب عرض، رب سما، رب بحر، رب جبال و مانند آن، و خدا را رب الارباب می دانستند. ارتباط انسان را از خدا قطع و خدا را هم از انسان منعزل و کارها را به ارباب متفرقون می سپردند. اما ثنویین که احیانا شبهه زرتشتیه هم از اونجا نشأت گرفته است آن است که کارهای خیر را در عالم به خدا استناد می دن و کارهای شر را به اهرمن. قرآن کریم همونطوری که درباره بت‌پرستان و وثنیین سخنانی دارد براهین قطعی برای توحید ربوبی اقامه می‌کند، درباره ثنویین و دوگان پرستان هم براهین قطعی دارد. لذا می‌فرماید به این که اگر شر است آزمون الهی، اگر خیر است آزمون الهی. این که فرمود فی ذلک بلاء من ربکم عظیم، یعنی جامع بین اون عذاب
و این نجات هر دو بلاست. قبلا که در رنج بودید بلای الهی بود تا ببیند شما صبر میکنید یا نه، و صبر کرامت است، صبر شجاعت است. و بعدا هم خدای سبحان شما را به این نعم متنعم کرد تا شما را بیازماید ببیند شاکرید یا نه. پس اگر نعمت است از آن خداست به عنوان شکر، و اگر بلا و مصیبت است از آن خداست به عنوان امتحان تا روشن بشود چی صابر است چی غیر صابر. این که در سوره اعراف فرمود و بلوناهم بالحسنات و السیئات که بحث جلسه قبل بود، فرمود ما به حسنات و سیئات می آزماییم برای آن است که شبهه ثنویین و دوگان پرستان مطرح نشود. این که در سوره انبیا فرمود کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، برای آن است که این شبهه دوگان پرستی مطرح نشود. اگر خیر است انسان در برابر او وظیفه مسئولیتی دارد، شر است در برابر او وظیفه مسئولیتی دارد. چیزی در جهان هستی به غیر خدا استناد ندارد و هر دو رحمت است با نظر عام، زیرا بلا رحمت است تا انسان در بلا با صبر آزموده شود، و اگر صبر بر اسرائیل نبود این همه نعم را خدای سبحان به اینها نمی داد که از اینها انبیا و ملوکشون سلیمان و داوود علیهم السلام مبعوث کند. و اگر نعمت است وظیفه جز شکر نیست. بنابراین این که فرموده فی ذلک بلاء من ربکم عظیم یک درس توحیدی است، هم علیه شرک وثنیین هم علیه شرک ثنویین. گاهی با دو تعبیر و دو کلمه این مطلب را بیان میکند، نظیر سوره انبیا که فرمود و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، یا بلوناهم بالحسنات والسیئات، یا نظیر سوره فجر. این هم فرمود که ما کسبت ایدیکم هست، ولی ما ببینیم شما در حال مصیبت جبران میکنید یا نمیکنید. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ مصیبتی به انسان برخورد نمی کند مگر طبق قضا و قدر الهی، یا کیفر اعمال گذشته است یا زمینه است برای صبریابی و اندازگیری مقامات بعدی. چیزی در جهان نیست که منهای کار خدا باشه، منتها از خدای سبحان جز رحمت چیزی تنزل نمی کند. در این جهان که آمد یک شر قیاسی و شر نسبی انتظام می شود، و اون شر نسبی هم زمینه است برای بسیاری از تکاملها. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بنابراین همونطوری که بلا امتحان است، رفاه هم امتحان است. همونطوری که پیروزی بنی اسرائیل بلای عظیم بود، امتحان عظیم بود، اون رنج و شکنجه هایی که تحمل می کرده این هم بلای عظیم است. اونگاه انسان به استناد آیه سوره حدید نه در شدائد نگران است نه در نعمتها، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این می شود یه بینش الهی به توحیدی. لذا خدای سبحان هر دو را بلا و امتحان می شمارد. در باره کلمه یستحیون نساءکم این تعبیر هم شده است که قابلهای فراوانی از طرف فرعون مأموریت پیدا می کردن که زنان باردار بنی اسرائیل را زیر نظر داشته باشند، که اگر چون که هر زندی که به دنیا آورد پسر بود همون لحظه بخوشن. همین هم یک عذاب مهین بود. این یستحیون نساءکم بعد از قیام موسی کریم سلام الله علیه معناش به خوبی روشن است که یقینا این کار می کردن. درباره قبل از میلاد و قبل از قیام موسی کریم سلام الله علیه هم همین کار رو نقل کردن که می کردن که قابله های فراوان رو مأموریت داده بودن که زنان باردار را مواظب باشن. و یستحیون نساءکم فمود فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اونگاه به همین بنی اسرائیل می فرماد به اینکه کاری که فرعون بر شما روا داشت شما بر دیگری روا نداری،
در جریان بختنصر دوباره بر اینها مسلط کرد. بختنصر از بین رفت، فرعون از بین رفت، اما سنت خدا باقی. نظیر اینکه خوابها از هم گسیختن به بیداری ها به هم متصلن. بیداری یک حقیست که میماند و خواب احدوثیست که سپری میشود. ظالم مثل خواب است که از یک دیگر سلسله ظالمین منقطعان و احدوثه خواهند شد و چیزی که میماند حق است. لذا فرمود اون که حق است اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض و اما اون که باطل است فیذهبوا جفاء تا سرانجام به مقصد برسد، به جای برسد که لیظهره علی الدین کله، که عالم به کام اهل حق باشد، که لله میراث السماوات والارض. اینها خس و خاشاکن که میروند و حق میماند، اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض. این میشه بس سنت حق. عالم به کام اهل حق است، به کام اهل تقوا است، بل عاقبت للمتقین، چون در این سیر دارد حرکت میکند. این سیلی که آمده برای این نیست که بخار بشود، برای آن است که به دریا برود. البته یک خس و خاشاکی هم روی او هست که فیذهب جفاء. فمود ظلم و ستمگران این خس و خاشاک سیل رحمت هستی ماین، این ها از بین می روند و این سیل هستی به دریا می ریزد و می آرمد. بل عاقبت للمتقین، لله میراث السماوات والارض. ان الارض لله یورثها من یشاء یا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا. اینها به عنوان سنت قطعی خداست. همون ما کارمون را اداره میدیم، نه اینکه قبلا ما اراده کردیم. این نریدو فعل مضارعی است که دلالت بر استمرار دارد. ما همواره این کار میکنیم، شما هم کمی بجنبید. نه خیر، همیشه حق بود. تاریخ را باید قرآن بیان کند که احسن القصص میگوید، یعنی حق میگوید، حق میبیند، حق طرح میکند. ممکن است یه مورخی با یه دیدی دست به قلم بکند، چیزایی به دلخواه خود بنویسد. اون که این نظام را ساخت، تاریخ این نظام را میگوید. ظالمین مانند خس و خاشاکن، رفتنی هم مؤمنین همواره میمانند. عالم به کام اهل ایمان است. الان اگر زور را بردارم میبینید که همه سکنه روی زمین طالب حق هم. فمود و اما ما ینفع الناس فیم کسوف الارض، اونها خس و خاشاکن که و اما الزبدو فیذهب جفاء. بالاخره اگر یک زرگری بخواهد یک انگشتر گرانبهایی بسازد، باید این طلا را آب کند، طلا که آب شده یک کفی هم دارد. یا اگر سیل بخواهد به دریا بریزد، سیل خروشان یک کفی هم دارد. این دوتا مثل را در سوره رعد بیان کرد. فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابعا. یا مثال آتش زد که زبدی که مثل اون صنعتگر و زرگری که میخواد هلیه درست کند که روی اون حلای آب شده به جوشیده یک کفی هم پیدا میشود. با کف کسی انگوشتر درست نمی کند. این کف رفتنیست، چند لحظه آرام میشود، با اون طلای آب شده انسان انگوشتر میسازد. که دو مثال در سوره مبارکه رد کرده است. نه ظلم به سوی اختیار ظالمین است، ولی در هاضمه عالم ناسازگار است. مثل قضایی که با هاضمه انسان سازگار نیست، ازم بر میگرداند. در هاضمه این عالم ظلم جا ندارد، لذا بر میگرداند. اینه که فرمود و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. تنها نعمت بلا نیست، نعمت هم بلا. چنگ تنها نعمت بلا نیست، نعمت هم بلاست. هر دو امتحانن و زمام هر دو به دست خداست. والحمد لله رب العالمین.